دوره دوم محمد خاتمی تصویب شد که مدیر کل حراست وزارت نفت و حراست همه وزارت خونه ها رو وزارت اطلاعات تعیین میکنه خب عملا هم مدیر کل حراست در جایگاه معاون وزیر میشه یعنی وزارت اطلاعات همیشه یک معاون اطلاعاتی جاسوس و خدهنده در همه وزارت خونه ها و همه شرکت های بزرگ اقتصادی وز خودش داره به عنوان معاون تو بانک ها مشخصاً بانک مرکزی هم همینطوره همه مال وزارت اطلاعات تو وزارت نفت اینطوریه که معاون حراست پرسنل حراست همه شرکت های تحت پوشش وزارت نفت رو تعیین میکنه همه شون تو جلسات کمیسیون معاملات شرکت میکنن همه مشخصات پرسنل داخل و خارج رو دارن همه رفت و آمده رو دارن و اینها گزینش پرسنل هم دست همین حراسته یعنی دست بخش معاونت پولی و بانکی وزارت اطلاعات یعنی همش میرسه به وزیر اطلاعات که رهبر تعیینش میکنه یعنی باز همه راه ها به رهبر ختم میشه میدونین دیگه وزیر خارجه وزیر نفت و وزیر اطلاعات رو رهبر تعیین میکنه به هر حال در این زمینه دلیلش این است که مدیران عامل زیر مجموعه وزارت نفت امکان نداره که پیشینه اطلاعاتی امنیتی نداشته باشند و این یعنی چون وزارت اطلاعات از تک تک مدیران زیر دست مدیران عامل شرکت ها آتوهای اطلاعاتی و مثلا اخلاقی و از اینجور چیزهایی که دارن یا درست میکنن واسه هر کدوم پرونده داره پرونده اطلاعاتی داره نمیذاره بدون نظر وزارت اطلاعات اینا تصمیم بگیرن و کاری بکنن اینو یه خورده دور بشین از داخل موضوع تصویری که میبینین چیه یک نظام فاشیستی با سیطره اطلاعاتی و امنیتی در همه حوزه‌هاش حالا میگم نمونه ها رو و توضیح میدم دولت رفسنجانی هم سپاه رو دنبال فعالیت اقتصادی فرستاد هم وزارت اطلاعات و بعد از جنگ میدونید دیگه توجیه وزارت اطلاعات برای وارد شدن به عرصه اقتصاد در دوره فلاحیان که وزیر اطلاعات دوره رفسنجانی بود دقت بفرمایید توجیه است برای همه شرایط واقعا از آنجا که با توجه به غیر عادی بودن شرایط همیشه میگن شرایط غیر عادیه دیگه از آنجا که با توجه به غیر عادی بودن شرایط از تیم اقتصادی و مدیران عالی آن کاری بر نمی آمد وزارت اطلاعات و به طور خاص معاونت اقتصادی آن در پوشش مناسب به این میادین بحرانی ورود و نقش تاریخی خود را در حفظ و حراست از انقلاب و نظام جمهوری اسلامی فراتر از دولت حاکم ایفا می‌کند فراتر از دولت حاکم چون وابسته به بیت بسم خدا آقا سیستم کار وزارت اطلاعات هم اینجوری شروع شد که تجار بزرگ و به اصطلاح کارافنینان که تقریبا از همهشون به راحتی یا آتویی داشتن و دارن یا درست کردن و درست میکنن اینا رو وادار میکردن در دوره فلاحیان عرض میکنم که یا با وزارت اطلاعات سهیم بشن شریک بشن یا برن زندان و نابود بشن بعضیاشون میرفتن زندان و بعد که میومدن بیرون میشدن شریک و همکار اقتصادی وزارت اطلاعات و اینجوری وزارت اطلاعات میتونست هم استفاده اطلاعاتی امنیتی بکنه در حوزه اقتصادی کشور و هم از سرمایه این توجار و صاحبان شرکت ها استفاده بکنه چون خودش که پول بذاره و خودش که نمیرفت وام بگیره مثلا و به این صورت در واقع بخش از سرمایه اونا رو رسما مال خودش بکنه به هیچ رشته یه محدود نمیشد حوزه کار رو از راهسازی و ساختمانسازی گرفته تا واردات و صادرات کالای مصرفی و کارخونه ای و غیره وزارت اطلاعات هم واسه این سرمایه داره و این بخش خصوصی راه و باز میکرد از اون برای گرفتن وام از بانک و درست کردن ایجاد خط اعتباری و گرفتن امکانات مثل کارت بازرگانی و این چیزا یعنی پول و اسم شرکت خصوصی از طرف حفاظت و امنیت کار و درآمد با وزارت اطلاعات این شراکت بسیاری از سرمایه‌دارای بخش خصوصی رو نابود کرد بعضیشون رفتن زندان مثل محمد رستمی صفا صاحب پروفیل ساوه که البته بعد فعالیتش رو گسترش داد وقتی از زندان اومد بیرون تو همون دوره رفسنجانی و بعد هم شد بدهکار 6500 میلیارد تومنی بانکی همزمان با این روندی که عرض کردم دارای بزرگ شکل گرفتن در همکاری با وزارت اطلاعات مثل خانواده علاق بند یکی از همین داره به من میگفت که سیستم جمهوری اسلامی اینجوریست که افرادی رو با امکاناتی که بهشون میده چاق میکنه و بعد که خوب چاق شدن مثل گوسفند قربونی سرشون رو میبره و گوشتشون رو میخوره زمانت میذاره که فلانی کلی وام بگیره از مثلا بانک بعد طرف میشه بدهکار بزرگ بانک بعد دیگه وزارت اطلاعات ولش نمیکنه که میفرستتش یه بانک دیگه که از اونجا بگیره مثلا بدهی اون یکی بهره های بدهی اون یکی بده زمانت رو میکنن یه 500 میلیون دیگه از اون بانک بگیره تو همه این مواردم هم خود گنده های وزارت اطلاعات ازش حق و سهم میگیرن به اصطلاح